سخنگوی وزارت امور خارجه چین با استناد به گزارش‌های داخلی استرالیا تبعیض گسترده علیه مسلمانان در این کشور را محکوم کرد. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی خبری با اشاره به گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا آنچه دورویی و اتخاذ استانداردهای دوگانه حقوق بشری توسط این کشور خان را محکوم کرد. کمیسیون حقوق بشر استرالیا در گزارش خود آورده است دست کم 80% از مردم مسلمان ساکن استرالیا با انواعی از تبعیض و تعصبات مواجه شدند. در این گزارش آمده یافته‌ها نشان می‌دهد که جوامع مسلمان استرالیا سهم بالایی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی امور خیریه در این کشور را دارند و با این حال با تبعیض گسترده مواجه هستند. لیجیان در نشست خبری خود به گزارش دیگر نیز اشاره کرد که از سوی دانشگاه ملی استرالیا انجام شده و نشان می‌دهد افرادی که دارای اسامی با خاستگاه غرب آسیا هستند شانس کمتری برای یافتن شغل دارند. این در حالی است که چین خود اجازه حضور و نظارت فعالان حقوق بشری و بازرسان سازمان ملل را در ایالت سینکیانگ نمی‌دهد، جایی که چین در آن متهم به نقض انواع مسائل حقوق بشری در قبال مسلمانان این ایالت مسلمان نشین است.